Khandan is one of the most used verbs in the Persian language. In today's lesson, we learn how to conjugate this verb in present tense and past tense of Persian language. Hello and welcome to Persian Land. This is Dr. Maide. In today's lesson, we learn how to conjugate the verb khandan in present and past simple tense of Persian language. Simple present tense. می خوانم. می خوانم. می خوانی. می خوانی. می خواند. می خواند. می خوانیم. می خوانیم. می خوانید. می خوانید. می خوانند. می خوانند. How do we use this verb in informal Persian? میخونم میخونم میخونی میخونی میخونه میخونه میخونیم میخونیم میخونید میخونید or میخونین میخونند میخونند or میخونند هر روز روزنامه میخونم. هر روز روزنامه میخونم. روزنامه is newspaper. مامان، مشقات رو مینویسی، درسات رو هم میخونی، بعد میریم پارک. باشه مامان. مشقات رو مینویسی، درسات رو هم میخونی، بعد میریم پارک. باشه مامان. مشق is assignment. درس is lesson. میریم is میرویم. We go. Pay attention. This is one of the conditional forms we can use in Persian. It means write your assignment, also read your lessons, then we go to the park. مشقات رو بنویس. درسات رو هم بخون بعد میریم پارک Then we go to park میخونیش کتاب و میخونیش In the first sentence she is the object کتاب و میخونیش In the second sentence even we can use she in a sentence that has the direct object Kitab is the object and she is added to the verb. دخترم خیلی با علاقه ریاضی میخونه. دخترم خیلی با علاقه ریاضی میخونه. با علاقه is she or he is interested in. ریاضی is math. داداشم نوت رو میخونه و سنتور میزنه. داداشم نوت رو میخونه و سنتور میزنه. نوت رو میخونه. Reads the sheet music. سنتور میزنه. Plays سنتور. ما گزارشتون رو میخونیم و نتیجه رو بهتون اعلام میکنیم. ما گزارشتون رو میخونیم و نتیجه رو بهتون اعلام میکنیم. گزارش means report. نتیجه is the result. شما کارشناسی ارشد زبان فارسی میخونین؟ شما کارشناسی ارشد زبان فارسی میخونین؟ کارشناسی ارشد means the master's degree. بچه ها فردا سرودشون رو توی مدرسه میخونن. بچه ها فردا سرودشون رو توی مدرسه میخونن. سرود is chant. سرود میخونن to sing the chant.